درود بر شما همراهان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری ساعت 9 هستید و قوه قضایی حامی کارگران. پیرو دستور آیت الله رئیسی، طی 6 ماه گذشته مشکلات بیش از 60 کارخونه و کارگاه مرتفع شده. بخش هایی از خبرهای خوش دستگاه قضا در حوزه های احقاق حقوق عامه و حمایت از تولید کارگران از سرگیری فعالیت هاشون رو با هم دیگه ببینیم. معتقدیم وقفه ای در تولید نیفته. به دوستان تاکید کردیم اگر اتهامی متوجه یک کارگاه و کارخونه بود، حتما نباید هیچ کارگاه و کارخونه تعطیل بشه، بلکه باید فردی که مورد اتهام هست مورد سوال قرار بگیره. کارگاه و کارخونه تعطیل شدن یعنی کارگر بیکار شدن، یعنی نظام تولید درش وقفه افتادن. ما این رو به هیچ عنوان نمیپسندیم، حتما مبنا داریم اینطور بشه. خب امیدواریم که این حمایت ها نه فقط از جانب دستگاه قضا، بلکه امیدواریم که حمایت های دیگر و همه جانبه از جانب دولت هم وجود داشته باشه. بریم سراغ خبر بعدی. یه خبر خوش دیگه، خبر خوش رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد افزایش حقوق سربازها. من به استعذارتون برسونم، بر اساس قانون حداقل حقوق سرباز 60% پایوران هست، یعنی کادر، و حد اکثر 90%. بله. اون چیزی که الان اتفاق افتاده در سطح نیروهای مسلح، حدوداً یک دیپلم ماهانه به طور متوسط در سطح کشور حدود 200,000 تومان میگیره، که خب این عدد سالی 2400، دو سالش 5. بله، حالا به هر شکل این عدد یک عدد قابل توجهی نیست از نظر میزان و شرایط اقتصادی کشور. اما خب در سال گذشته حدوداً بین 20 تا 25% دولت محترم افزایش دادن، اما به 60% فاصله داریم. الان اگر ما حقوق یک پایور رو یه 1,800,000 بگیریم، خب شما 60%ش چقدر میشه؟ مشخصه حدوداً 1,000,000 تومان. حالا این حد اقلشه. حالا ما تقاضامون اینه، الان عذرخواهی می‌کنم، الان سرباز ما داره 1/5 حق قانونیش رو به عنوان دستمزد میده. بله، اون چیزی که در قانون اومده مشخص و روشنه. حالا با توجه، البته در قانون هم اومده، در صورتی که اعتبار رو دولت بتونه تأمین بکنه. حالا این تبصرم باعث شده که خب چند سالی است به طور کامل این اجرا نشده، برخی از سالها افزایش داشته. اما ما همین جلسه از فرصت استفاده میکنیم، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از دولت محترم تقاضا میکنیم که یک توجه ویژه‌ای به حقوق سربازان داشته باشند. بسیار خب، بریم سراغ خبر بعدیمونه. بشنوید از قانون شکنی در روز روشن. آذری جهرومی در پیج اینستاگرام خودش تصویری رو منتشر کرده که به همراه خانوادهش به باغ فین کاشان رفته و پاشو در جوب آب گذاشته.
بعدش هم گفته که خب مگه ما وزیر وزرا دل نداریم؟ چرا دل دارید؟ اما کاربرها اومدن به یادآوری کردن که کنار همین جوی آب در باغ فینکاشان بنری نصب شده که عنوان شده که لطفاً داخل جوی آب نروید و این رو کاربرها ازش به عنوان هنجار شکنی یاد کردند و دست به دستش کردن این تصویر رو. اما از واکنش کاربرها گفتم یک واکنش دیگه هم براتون دارم بذارن، این بازی متهمان دادگاه، متهمان پرونده قطع سازان. از نکات قابل توجه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده قطع سازان که خیلی هم البته خبرساز شده بود و این تصویر هم منتشر شده بود در فضای مجازی، قابی بودش که توسط لنز دوربین عکاس‌ها شکار شده بوده. جریان از این قرار بوده زمانی که نماینده دادستان از رفیع درباره اینکه چرا کالاهای وارداتی خودش رو به جای بند 9 قانون ذیل بند 6 معرفی کرده سوال میکنه، رفیع مشغول توضیح میشه و همین زمان بود که ایروانی متهم ردیف اول پرونده که کنار تریبون عکس دفاعیات از متهم نشسته بوده با پای خودش به پای رفیع میزنه و به نوعی به اون خط میده که ازش دفاع کنه. خب این خط دادن و گرا دادن، تصویرش هم در فضای مجازی منتشر میشه و کاربرها هم شروع میکنن مطالبی رو منتشر میکنن، بازنشر میکنن این تصاویر جنجالی رو در فضای مجازی و حالا هشتگ هایی رو هم داغ میکنند و به روایت تصویر مطالبی رو هم منتشر میکنن. به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان با مردم خبر دات تیوی آنلاین باشید.